وجود خود مادر فرق نمیکنه. از 4 ساعت که میره پیشه این پیشش نمیمونه. این گرفتی تره نه تره میذاره پیش مامانش میره بیرون ما خودش. فرزندان طلاق موجودات معصومی هستند. اون خشمی که از حالا زندگی شکست خوردهشون دارن رو اینجا خالی نکنن به اون شکلی که بچه ها هم ناظر هستن و دارن میبینن. اینجا برای ملاقات فرزندش خب طرفین منتظر میمونه، معمولا اینکه از طرفین زودتر یا منتظر میمونه طبق اون ساعتی که در دستور مشخص شده. بعد اگر که طرف مقابلش نیومد در صورت ازدواج ها باید به هنگام باشه، نه زود هنگام نه دیر هنگام. این ازدواج های تحمیلی زود هنگامی که در بعضی از جاها میبینیم به دخترهای کم سن و سال تحمیل میشه، اتفاقات خطرناکی و بعداً به بار میاره و طلاق ها و آسیب های زیادی رو در پی داره. ازدواج های دیر هنگامی هم که همکنون مد شده و جوان ها میذارن در سن بالا ازدواج میکنن، دیگه زن و شوهر مثل یک موم نرم نیستن که با هم دیگه متصل بشن و هماهنگ بشن و روحیاتشون با هم تطبیق پیدا کنه. مرکز مهر یا آموزش زوجین متقاضی طلاق بر اساس سبک ایرانی اسلامی یکی از برنامه‌هایی هستش که معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه طراحی کردن با یک فرمت خیلی خوب و سراسر کشور ابلاغ کردن به معاونت‌های اجتماعی پیشگیری تا اینکه برای زوجین متقاضی طلاق این کلاس رو بذارن قبل از اینکه وارد دادخواست طلاق بشن و قبل از ثبت دادخواست تشریف میارن تمامی زوجین متقاضی طلاق و تو این کلاس ها همشون بلا استثناء شرکت میکنن و این کلاس ها به مدت 7 ساعت هستش. در اون قالب و شکلی که در معاونت اجتماعی پیشگیری تهران طراحی شده و ارائه میشه به زوجین متقاضی طلاق. آمارها نشون میده که در سال گذشته ما تونستیم با برگزاری این دورها 23% از کسانی که مراجعه کرده بودن رو از طلاق منصرف بکنیم. برای اینکه دیدارها و ملاقاتهایی که بین بچه‌ها و والدین قرار اتفاق بیفته توی یک فضای خشک و خشن مثل مثلا دادگستری نباشه، یه مراکزی درست میشه که توی این مراکز فضای بسیار دلپذیری هستش، مثلا پارکه یا توی اتاقهایی که اسباب بازی و لوازم گذاشته میشه که بچه ها و کودکانی که هستن تو اون فضا بتونن پدر و مادر همدیگر رو ملاقات بکنن و این ملاقات عاملی باشه برای ارتباط بهتر پدر و مادر. عرض کردم چه بسا عاملی باشه برای برگشت پدر و مادر به زندگی قبلی. در خصوص مرکز مهر والدین، مرکزی هست که حدود 700 خانواده به اونجا مراجعه میکنند. به هر حال باید مکان مناسبی باشه برای ملاقات والدین و فرزندان و جابجایی فرزندان بین والدین. متاسفانه به دلیل ازدحامی که اتفاق میفته یا دوری مسیر برای والد، شاید ما به اون هدف اصلی که نزدیک کردن والدین و همدیگه و اتصال مجدد والدین هست یا دوباره خانواده در کنار هم قرار بگیرن نرسیم. اگرچه تا همینجا هم خب جای شکر داره که چند خانواده مجددن رفتن و رجوع کردن. موقعی که طلاق اتفاق میفته هزانت به یکی از زوجین یا پدر یا مادر سپرده میشه. خب ممکن هست هزانت بر فرض به پدر به مادر سپرده بشه و پدر حق ملاقات مثلا یک روز یا دو روز در هفته رو داشته باشه. منظور از تبادل این هست که کودک تو چه محیطی این تبادل صورت بگیره، پدر و مادر چجور این بچه رو پیش هم دیگه بفرستن. این کار عرض کردم خدمتتون قبلا توی کلانتری بود ولی در حال حاضر توی مرکز مهر والدین ما هست. مرکز مهر والدین یکی از کارشناسای مشاور ما اونجا حضور داره و سعی میکنه کودک در محیطی تبادل بشه که خب کمترین آسیب برای هم والدین هم کودک داشته باشه. کارشناسایی که اونجا هستن وظیفه اصلیشون خب نظارت روی این تبادل هست که تبادل به خوبی صورت بگیره، ولی مراجعین زیادی داشتن. حالا کارشناسای اونجا من گزارش میدن که
زن و شوهر جفتشون متقاضی هستن که دوباره برگردن زندگی مشترک رو شروع بکنن. روی این موضوع ما داریم بیشتر مانور میدیم که حالا زن و شوهر به هر حال طلاق گرفتن، محیط مناسبی نیستش که باز بتونن با هم دیگه صحبت بکنن. اگر به هر حال توی تصمیمشون تجدید نظر کرده باشن، بخوان مجدد زندگی مشترکی داشته باشن، توی اون مرکز کارشناسای ما سعی میکنن که این محیط رو حالا حتی الامکان توی اون مرکز فراهم کنن، این امکان فراهم بشه که زوجین به هر حال با هم دیگه صحبت کنن در حضور مشاور، که اگر بشه تلاشی بشه برای رجوع مجدد زوجین. خب وضعیت کودک بررسی میشه، ببینن به هر حال کودک پیش کدوم یکی از والدین راحت تر هست، اینا به هر حال به صورت پراکنده بررسی میشه. در نهایت تصمیم بر این هست که کودک کمترین آسیب رو داشته باشه. زوجین که در حال جدایی هن یا جدا شدنه به جهت ملاقات فرزندشون به دادگاه خانواده مراجعه میکنن، بعد دادگاه خانواده دستور میده به مرکز مهر والدین، طرفین با دستور قضایی به مرکز مهر والدین مراجعه میکنن، ما طبق دستوری که دارم براشون پرونده تشکیل میدیم و طبق این در دستور یه ساعت و روز مشخص شده، طبق اون ساعت و روز به مرکز ما مراجعه میکنن و فرزند خودشون رو ملاقات میکنن. اینجا بعضی اوقات هست که یکی از طرفین نمیاد، ما برگه چی بهش میدیم؟ دست صورت جلسه غیبت بهشون میدیم. وقتی که صورت جلسه غیبت سه تا شد، به همین شعبه خودشون مراجعه میکنن و دیگه اونجا خود قاضی شعبه طبق اون طبق دستورالعمل‌های خودشون دیگه اون کاری که باید انجام بده انجام میدن. خیلی از موضوعات مربوط به مراکز مشاوره‌ای که در ارتباط با طلاق هست از طریق بهزیستی پیگیری میشه. یک سامانه‌ای داریم تحت عنوان سامانه تصمیم که تو قالب اون سامانه تصمیم فعالیت‌های بهزیستی در خصوص طلاق ارائه میشه. سامانه تصمیم سامانه‌ای است که در دسترس عموم مردم هست، میتونن ثبت نام تو اون سامانه انجام بدن، ولی روال کار الان به این صورت داره پیش میره که از طریق یک دبیرخونه یا کمیته ای که دبیرخونه ای که تو دادگاه خانواده مستقر هست تو قالب سامانه تصمیم ارجاعات لازم صورت میگیره. تو مرکز این دبیرخونه دو تا روانشناس نشستن و مشاور نشستن که افراد به این مشاوره ها ارجاع میدن داده میشه و اغلب اون افراد تو فرایند مشاوره قرار میگیرن. ما در 6 ماهه اول سال تقریبا 16% سازش داشتیم که از طریق این مراکز مشاوره انجام شده. دیدگاه ما این هست که ما مراکز مشاوره رو توسعه بدیم و الان بیشتر افرادی که داره ارجاع میشه به مراکز مشاوره بابت طلاق، طلاقهای سازشی هست. ما اعتقادمون این هست که طلاقهای دیگه هم بیاد تو این چرخه قرار بگیره و تو فرایند مشاوره قرار بگیرن. مراکز مشاوره یا فراخوان دادیم که بیان با ما همکاری داشته باشن، تعرفه های مشاوره را تقلیل دادیم تا خانواده ها بتونن از خدمات مشاوره استفاده کنن و تو این قالب سامانه تصمیم بشه افراد بیشتری به مراکز مشاوره ارجاع بدن که بشه فرایند سازش را از کل آمار متقاضیان طلاق ما داشته باشیم، ببینیم چقدره که این میتونه نتایج خوبی را به دنبال داشته باشه. مشکلی که هست ما به اندازه کافی مشاور در اختیار نداریم. این یک مطلبی است که خب بایستی برنامه‌ریزی براش بشه و متولیان امر بیشتر معرفی بکنن، در دسترس قرار بدن. بحث هزینه ها هست، بحث وقت اون مشاورین و همچنین تمایل مراجعه کنندگان به مشاورین، اعتقادی که داشته باشن به نوع مشاوره‌ای که میدن. اینها مسائلی است که اگر این ضعف ها و نقص ها برطرف بشه قطعا از آمار طلاق در این گونه موارد و پرونده هایی که طرفین پرونده دارای فرزند هستند مؤثر خواهد بود و آمار طلاق
به طور چشمگیری کاهش پیدا میکنه. به خاطر اینکه بعضی از روزا، یعنی که پرونده ها در بعضی از روزا و بعضی از ساعت ها ما خیلی تعدادش زیاد هست، مثلا بعضی از ساعت ما 100 تا پرونده داریم، بعضی از ساعت 90 تا پرونده داریم. 90 پرونده یعنی که یه پدر، یه مادر، یک الی دو فرزند و یک الی دو نماینده که متاسفانه مرکز، یعنی که مکان مرکز و پرسنل تعدادشون زیاد نیست و پاسخگوی مراجع کننده نیست، که هم باعث میشه که مراجع کننده ناراحت بشه و هم خود پرسنل خسته میشن از این وضعیت. ببین 110 چه مواقعی اینجا مراجعه میکنه؟ خب وقتی که طرفین درگیر میشن، هر کدوم از طرفین یک یا دو تا نماینده همراه خودش میاره، یا تعداد حالا نماینده نیستن، بیرون وای میستن، یعنی که اون طرفی که فرزندو میخواد ملاقات کنه اون طرف مقابل اجازه نمیده، با همینجا درگیر لفظی پیدا میکنن. اگه 110 نباشه اینجا، یعنی واقعا خون و خونریزی میشه، مجبوریم دیگه از 110 استفاده کنیم. یعنی وقتی این صحنه ها رو میبینن، حالا یه سری بدی ها داره یه سری خوبی هم داره، بعضی از زوجه یعنی که میان اینجا پشیمون میشن، میگن بچه‌م اون چیزایی که نباید ببینه و اون چیزایی که نباید ببینه اینجا یاد میگیره، خودشون به توافق میرسن که مثلا برای مدت زمان یه جایی از اینجا انتخاب کنن، بیرون از اینجا انتخاب کنن، بچه‌شون رو یعنی تحویل و تحول کنن. بعد یه نکته دیگه که بله، بعضی از زوجین ما هستن که وقتی مراجعه میکنن اینجا از ما درخواست میکنن که یه مشاور مثلا این ساعت در مرکز مستقر باشه، که ما تنها جایی که با هم مراجعه میکنیم فقط این مرکزه، که مثلا یه کاری کنید که ما برگردیم سر زندگیمون. که من معمولا حالا اگه مشاور در مرکز باشه که ارجاش میدم اینجا، اگه نه که من علاوه بر این کارا معمولا خودم یک رو با زوجینی که خودشون دوست دارن صحبت میکنم، ببینم کجا ارجاشون میدم. اونهایی هم که متاسفانه حالا پدر یا مادر یا حالا فرزند دست یکی از اینا هست، یه نوع آزاری متوجه فرزند میشه، 123 رو میدم که مشکل انتقال بدن برای حلش. اکثر پرونده ها اینه که میگن چرا مثلا ما قانونی نداریم که زوج قبل از طلاق مجبور به زوج درمانی کنه. بعضی از، حالا اینو بگم شما میخواید پخش کنید، بعضی از زوجین چه خانم چه آقا بعد از جدایی، بعد از چند سال میگه اینجا میشینه گریه میکنه برای خانومش یا همسرش که جدا شدن، ولی خب دیگه راه برگشتی نیست، چون رفتن تجدید فراش کردن دیگه راهی نیست. میگفت اگه مثلا یه مشاور خوب و اجبار بود ما برمیگشت سر زندگیمون، و اینکه برای ما باز میکرد که بعد از طلاق چه سرنوشتی برای حال خانم یا آقا و فرزندانشون در جامعه روی خواهد داد.